بازماندگان از غرب و چرخش به شرق، ایران و روسیه، دو کشور تحت تحریم‌های نفتی در جدال خاموش بر سر بازار نفت چین. ایران حالا نفتش را 10 دلار ارزان‌تر از قیمت استاندارد برنت به چین می‌فروشد. این در حالی است که پیش از حمله روسیه به اوکراین این تخفیف حدود 5 دلار بود. همه دنبال مشتری هستند. این را وزیر نفت جمهوری اسلامی میگوید. او پیشتر تلاش روسیه برای کاهش فروش نفت ایران به چین را تکذیب کرده. بالاخره همه دنبال مشتری هستند دیگه، با توجه به تحریمایی که کشور روسیه هم داشته در زمینه انرژی. بله. فروش نفت ما به چین کاهش پیدا کرده؟ ما خدمتتون که عرض کنم مشتریای خودمون رو کامل داریم، به اضافه اینکه خوشبختانه بازارهای جدیدی رو هم شناسایی کردیم. ظرفیت‌های جدیدی که وزیر می‌گوید نمی‌تواند وارد جزئیاتش شود. همزمان پس از خروج دونالد ترامپ از برجام، گزارش مشتریان نفتی و نحوه فروش به دیگر کشورها محرمانه باقی مانده. بازاری غیر شفاف که مشخص نمی‌کند آورده سرمایه ملی مردم چیست. تواتر یا تبادل کالا با نفت، دریافت وجه نقد یا پول‌هایی که در کشورهای مقصد بلوکه می‌شود. همزمان بانک مرکزی ارزش صادرات نفتی ایران در سال گذشته را 84% بیشتر از سال 99 احتساب کرده و گفته به حدود 39 میلیارد دلار رسیده. با این حال صادرات نفتی ایران هنوز فاصله زیادی تا پیش از سال 1397 دارد، زمانی که ایالات متحده آمریکا رسما از برجام خارج شد و بازگشت تحریم‌ها به صورت گذشته را اعلام کرد. بر اساس آمار بانک مرکزی، ارزش صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی ایران طی 5 سال منتهی به سال 1400 در فراز و فرود بوده. از سال 1395 تا 97 این رقم بین 53 تا 57 میلیارد دلار بوده، اما از آغاز تحریم‌ها با سقوط بی سابقه مواجه می‌شود، در حدی که در سال 1399 به 21 هزار میلیارد دلار می‌رسد، اما در سال 1400 رشد قابل توجهی داشته. با وجود آمارها و ادعاهای مقامات ایران از افزایش فروش نفت ایران، تورم، گرانی و کسری بودجه روند تصاعدیش را طی می‌کند. آمار بانک جهانی می‌گوید تولید ناخالص داخلی ایران با احتساب نفت طی 10 سال گذشته بیش از 400 میلیارد دلار کاهش داشته. ناظران یکی از عوامل افزایش ارزش صادرات نفت ایران را نادیده انگاری و چشم‌پوشی‌های دولت بایدن از دور زدن تحریم‌ها توسط جمهوری اسلامی به امید بازگشت به برجام می‌دانند. بی‌تردید اگر برجام به نتیجه نرسد، خبری از سهل‌گیری‌های بایدن هم نخواهد بود و سقوط چشمگیر ارزش ریال نسبت به دلار داربست اقتصاد ایران را فرو خواهد ریخت. شبنم آذر.